سلام سلام، تو این ویدیو میخوام در مورد انواع مرکب با شما صحبت کنم. مرکب ها عموما به دو دسته تقسیم میشن، مرکب های سنتی و مرکب های صنعتی. اگه اسم اینا رو آدم قاطی نکنه، من خیلی چند باری زب کردم، صنعتی رو خوندم سنتی. از اسمشون پیداست میشه شیوه سنتی و شیوه صنعتی تولید میشن. ولی یه چیزی که خیلی مرسومه، حالا شاید نشه گفت قطعا این حرف درسته، ولی اون چیزی که مرسومه، مرکب های صنعتی مرکب های ضد آب هستن و مرکب های سنتی مرکب های ضد آب نیستن. این که میگم ممکنه برایش مثال نقضی باشه، مرکب صنعتی باشه که ضد آب هم نباشه، ولی عموما وقتی مرکب ها رو دسته بندی میکنم میگم ها این مرکب چون ضد آب صنعتی، این مرکب چون ضد آب نیست، مثلا چیه؟ سنتیه. و یه مورد دیگه هم که تو اینا هست، این که میگیم ضد آب، ضد آب منظور اینه که وقتی که خشک میشن با آب دیگه پاک نمیشن، یعنی با حلالشون توی بحث خشک شدن آب نیست، ولی حلال اصلشون آب، یعنی با آب رقیق میشن، ولی وقتی که خوش میشن دیگه میشه چی؟ میشه ضد آب. این هم از این. شما از کدوم یکی از این مرکب استفاده میکنید؟ مرکب سنتی استفاده میکنید یا مرکب صنعتی؟ تو کامنت ها من بگید.